سلام میکنم به دوستان عزیزم، دوستانی که تا الان با من بودن توی این سری محمد رضا حقیری چت جی پی تی را میسازد. عرضم به حضورتون که من یکم تنظیمات کارت صدا رو تغییر دادم که هم خیلی صدای اذیت نکنه و هم در عین حال خودم مجبور نشم داد بزنم توی میکروفون. البته یکم بلندتر از حالت عادیم دارم صحبت میکنم، چون من معمولا اینطوری صحبت نمیکنم. این معمولا صدای تیپیکال منه، ولی خب الان مجبورم. خب عرضم به حضورتون که تو ویدیوی قبلی من یک نوت بوکی رو آوردم اینجا و اینجا کار دیتا گدرینگ رو داشتیم انجام میدادیم. راستش رو بخواید من بعد از ویدیو هم یه تعدادی کامیت روش زدم، اما الان واقعا ببخشید خمیازم هم اومد. اما الان بحث اینجاست که من توی ترین کردن مدل به سری مشکلات خوردم که حالا امروز قراره راجبش حرف بزنیم. اما قبل از هر چیزی، این مدل اومده، مدل اوپن اسیستنت که 12 میلیارد پارامتر داره و البته زبان انگلیسی رو فقط داره ساپورت میکنه، بر مبنای جی پی تی نو اکس ساخته شده و حدود 16 گیگم وزنشه، یعنی میشه راحت روی 20-80 آوردش بالا. بذارید من یک سوال اینجا ازش بپرسم. سوالی که ازش میخوام بپرسم اینه: Who founded the French Empire؟ حدسم اینه که الان باید بگه ناپلئون. حالا ببینیم که چی میگه. امیدوارم که مدل رو لود کنه. لودم نکنه میشه از این اسپیساش استفاده کرد. خب ما فعلا بریم سراغ کار خودمون. دیتا ستی که میخوام استفاده کنم دیتا ست دیجیکالا مگه. این دیتا ست رو این خانم رضوی اومده دانلود کرده، از آشنایان ما هم هست، حتی کرال کرده که لینکش رو میبینید. اصلا دیجیکالا مک توی کگل سرچ کنید میاد. من اینو دانلود کردم. نگاه کنید، اومده بلاک تکست رو در آورده و تگ ها رو هم در آورده. توی توضیحاتش خوشبختانه برخلاف اکثر هموطنانمون که توضیح نمیدن راجع به کد و دیتا ست و این داستانا، اومده و گفته که این 10,000 تا بلاک پست از مجله دیجیکالا است که مربوط به کامپیوتر و تکنولوژی می شدن. یعنی اصلا نیومده کل دیجیکالا مگ رو بگیره و این کار ما رو داره راحت تر می کنه، کار ما رو بهتر پیش می بره. خب اجازه بدید بریم اینجا ببینیم. خب این هنوز لود نکرد و روی هاگینگ فیس هم فشار زیاده. این مدل یک مدل چته. حالا من شاید یک ویدیوی جدا راجبش بسازم. فعلا داریمش اینجا دیگه. حالا ببینیم که چه پیش میاد بعدن، شاید اتفاقات بهتری افتاد. ما این دیتا ست رو داریم. بذارید من ترمینال باز کنم، بریم توی نوت بوکس و جوپیتر نوت بوکمون رو آتیش کنیم. همونطوری که من قبلا به شما گفتم، جوپیتر نوت بوک ابزاریه که بتونیم به صورت تعاملی با پایتون کار کنیم و نتیجه رو در جا ببینیم. اگر گندی هم زدیم راحت تر بتونیم اصلاحش کنیم. خب اینجا اسمش رو میذارم Data Gathering Part 2 و رینیمش میکنم. بیام اینجا، من یک ترمینال دیگه هم بخوام باز کنم که نمیشه. ای بابا یکم پیچیده شد. خب شد. من اینجا یک ls بگیرم. این اسم فایل منه. خب طبق معمول من میام میگم که import pandas as pd. ما فعلا به pandas نیاز داریم.
برای ترین کردن مدل ما به یک سایز خاصی از متون نیاز داریم. به همین خاطر میام اسمشو میذارم character quantity و اینو میذارم 6144. این 6144 تقسیم بر 2048 میشه 3. قضیه چیه؟ ما باید این متن رو برای ترین کردن یه مدل خاص توکنایز کنیم. هر توکن به طور متوسط 3 یا 4 کرکتره و حالا من 3 در نظر گرفتم، حد پایین رو در نظر گرفتم که کارمون راحت تر بشه. میگم df مساویه pd read csv، اینجا اسم فایل رو داشتیم، digicala mag.csv. دیتاست بزرگیه، نتیجتاً یکم طول میکشه ولی اونقدری هم طول نکشید خدا رو شکر. هدش رو میذارم رو 10 تای اول. همونطوری که میبینید 10 تا یه فرمت خیلی قشنگی هم داره، تکست اون حالا بلاگ پست با تگ هاش. ما با تگ ها الان کاری نداریم، ما واقعا با تکست ها کاری داریم، کار داریم. حالا مثلا خط دوم رو در نظر بگیرید که در مورد نورالینک ایلان ماسک هم هست. من صرفا دارم اینجا یه سری کار تکراری انجام میدم که ببینیم چجوریه. مثلا الان بزنم row.text، میبینید این U200C که میبینید این خودش یه کرکتره، کارکترهای یونیکود اصطلاح هم بهشون میگن که U200C اگر اشتباه نکنم برای نیم فاصله است. اگه با پرینت اینو چاپ کنید اون کارکتر درست حسابی میاد. اینم در واقع اون داستان است. حالا من میام یک چیز جدید باز میکنم، اسمشو میذارم df data مساویه به df dot iter items. و حالا اگر df data رو بخوایم ببینیم چجوری میشه؟ آها خب میگه که جنریتور فلان، اگر اشتباه نکنم به این شکل میشد یه چیزی دید. آره همونطوری که میبینید این خودش یه تاپلی داره به ما میده. بذارید اینجا df دیتا رو بریزم تو این لیسته. و df دیتا رو معادل df دیتا صفر قرار بده. چرا؟ میگه ایندکس اوت آف رنج. بذارید ببینیم که توی df دیتا مون خالیه. اوکی آهان الان پر شد. خب الان اوکی. میگه df دیتا مساویه df دیتای صفره. و حالا الان اگر بخوام df دیتا رو ببینم، همونطوری که میبینید این یه توپله. خب این توپله اگر اشتباه نکنم یه لنگثش 2ه. و حالا df دیتای 1 به این شکله، یه عدده و یک متن. حالا بذارید یه تایپ ازش بگیریم ببینیم تایپش چیه. خب این هم یه چیز دیگه یه. بذارید ببینم df دیتا مساویه با لیست df دیتا 1. این که میبینید یه سلول جدید ایجاد میکنم، دارم روی کیوردم بیو میزنم. اگر بیو بزنید یک سلول میاره پایین سلول شما، اگر ایو بزنید یک سلول میاره بالای سلول شما. این در واقع کار کرده حالا میشه گفت جوپیتر نوتبوک. تو گوگل کلاب و هر جایی هم که به شما جوپیتر نوتبوک رو به عنوان یک سرویس میده این قضیه صادقه. خب بریم جلوتر ببینیم که الان df دیتا مون به چه شکله. آها ببینید حالا یک آرایه به شدت سنگینی ما داریم. یا خدا
مثلا هنگ کرد. نگاه کنید خیلی جالبه. حالا مگر بخوایم روی این ایتریشن بزنیم باید چی کار کنیم؟ اوه اوه، بذارید ببینم اوضاع نوتبوک این طرف چجوری، کرش کرد نکرد؟ آن خب یکم طول کشید ولی خوب شد. حالا من میام یک لنگتی از این میگیرم ببینم این چند تاست. 10,334 تا عضو داره این آرایه. راستشو بخواید من حس میکنم برای دیتا ست درست کردن اولیه این قضیه یکم زیاده. پس میام چی کار میکنم؟ میام یه چانک درست میکنم ازش. بذارید اینجا مارکدان بنویسم چانکینگ دیتا ست. اینجا میام مینویسم df data مساویه با df data مثلا 100 تای اولشو. حالا اگر length df data رو بخوام حساب کنم کلن 100 تا مقاله توی این قضیه وجود داره. حالا باید چی کار کنم؟ ببینید الان من یه کاری که میخوام بکنم اینه، بیام کل این دیتا ست ها رو با هم، کل این دیتا رو به عبارتی با هم یکی کنم. یکم مسخره ممکنه به نظر برسه که من بخوام کل این حالا چیزو با هم یکی کنم، ولی میخوام یکی کنم بعد بیام اینجوری ایتریشن بزنم، بگم که آقا هر 6,144 تا رو برای من بریز توی چیزی، بعد بیا مثلا نمیدونم 50 تا کاراکتر 100 تا کاراکتر اولشون رو جدا کن و اینا. خب بذارید ببینم چی کار میشه کرد. آها، میام اینجا یه دونه متغیر میسازم به اسم big str که میشه big string با این قضیه اگر اشتباه نکنم. آره ببینید big str بازم هنگ کرد. چرا؟ چون همش رو اومد ریخت توی استرینگ بسیار بزرگ برای من. الان میخوام ببینم که این چند تا کاراکتر در خودش جا داده. نگاه کنید 359,144 تا. میخوام ببینم که کلن من چند تا چانک درست میتونم از این بگیرم. من 59 تیکه مختلف از دیتامو میتونم داشته باشم و این خیلی خوبه که من بیام 59 تا 59 تا ازش چیز میز بگیرم. حالا یا بگیم 58 تا. معمولا توی این قضیه حد پایین رو در نظر میگیرن که ما بتونیم این چیز بزرگ رو 58 تیکه کنیم. حالا اگر مثلا من اینو بخوام اینجوری ببرم جلو، خب یه کار خیلی مفیدی میشه کرد اینه که ما بیاییم از GPT-3 بپرسیم. اینو بهتون بگم اصلا خجالت نکشید اگر قرار سوالی بپرسید به خصوص از AI. من دارم به شما نشون میدم که اگر الان API OpenAI رو دارید مثل من برید ازش استفاده کنید. اصلا من چند وقت پیش توییتی زدم گفتم اتفاقا خوبه که این کارو بکنید. بعدش توییتی هم زدم که یه دیتکتورهایی هم هست که ببینید کد با اینا دیتکت شده یا نه. حالا ملت سر اون ریختن سر من. نکتهش هم این بود که اتفاقا اون دیتکتورم خوبه که بدونی کدوم کد رو GPT مثلا نوشته، کدوم کد رو خودت نوشتی و کدوم کد حالا دست هر دو طرف رفته داخلش. این خیلی مهمه. بذارید این کامپلیشنش رو ببرم بالا تعداد و دقتش هم 85% خوبه برای من. خب اینجا میخوام به شما پرامپتینگ درستم یاد بدم. فقط دقت کنید که من چه چیزی مینویسم. یکم ممکنه اینجا حرف نزنم و یکم که بگذره مثلا چه میدونم بنویسم و این کد رو بخواد جنریت کنه توضیح میدم. Thank you.
من قبل از اینکه جنریتو بزنم ببینید بهش دارم میگم، میگم که من یه استرینگ خیلی بلند دارم که 360 هزار تا کاراکتر داره. حالا میخوام این استرینگا رو توی لیستی بریزم که هر کدوم بشه یه استرینگ 3600 کاراکتری. میگم که بیا کد پایتون کامل این قضیه رو به من بده و حالا روی سابمیت که میزنم شروع میکنه جنریت کردن. میبینید این اومد اینجوری چیز کرد، میگه که اوکی این یه چیز باحالی داد به من، منتها این HTMLی فرمتش کرد ولی یه سری ایده رو من داده. میگه که بیا لنگث استرینگ تو بگیر و چانک سایز تو اینجا بنویس. ببینید یه پرامپت خوب همیشه هم یه جواب خوب بهتون میده. این دقیقه مثل زمانیه که شما میایید از استادتون سوال میکنید، از رفیقتون سوال میکنید، مثلا یه سوال بد چیه؟ سوال بد اینه آیا مثلا رنو تالیسمان ماشین خوبیه یا نه؟ و اینجا از من اگر این سوال رو بپرسیم میگم برو خدا روزی تو جای دیگه بده، چون مثلا خوب یا بد بودن ماشین رو خیلی چیزا تعیین میکنه، مثلا نوع رانندگی شما، میزان استفاده شما از ماشین، اینکه کجا قراره این ماشین رو برونید، قراره با این ماشین برید آفرود، قراره توی جاده برونید و کم خرج پرخرج بودن ماشین، اینا چیزای حالا مهمیه. این میگه از لایبرری مت استفاده کن، حرف بیرایی هم نمیزنه چون میاد میگه که آها، میگه که نو چانکش از اینجا باید شروع بشه. بیایید ما اینجا بنویسیم. من اینجا رو مارکدان می نویسم. مارکدان نوشتن من کمک میکنه ببینم چه غلطی کردم اینجا، وگرنه هیچ ارزش و کاربرد دیگری نداره واقعا. میام اینجا می نویسم import math، بعد من چانک سایزم هم این بالا دارم. حالا اینجا برای اینکه چیز تر بشیم، چی میگن بهتر بشه، چانک سایز مساوی 6144 و اینو ایمپورت میکنیم. حالا ببینیم اوپن ای ام چی گفته. میگه که یه دونه نو چانکس هم اینجا بذارید. خب ما یه دونه نو چانک هم اینجا میذاریم، بعد به جای لنگث میگم که اینجا بزن لن بیگ string تقسیم بر. الان میتونیم ببینیم که نو چانکس ما رو 59 تنظیم شده. این چیز جالبی بود نه؟ حالا اینجا میام میگم که یه دونه اره خالی اومده چیز کرده. من اینجا اسم این اره امو میذارم در واقع دیتاست خالی. بعد عرضم به حضورتون که دقیقاً میام از این کد استفاده میکنم، از این کد که میام استفاده میکنم. میگه که for، ببینید میگه for i in range 0 len big string و chunk size. این چی میگه به من؟ ببینید این اینجوری میگه، اگر من الان بزنم print i، i رو 6144 تا 6144 تا میبره بالا. ببینید به این شکل میره، میرسه تا آخرین جایی که میتونه. پس اینجا میام مینویسم یه دونه chunk، chunk هم مساوی میشه با big str i تا i به اضافه chunk size. ببینید من اینجا رو میدونستم ولی خب من اینجا دارم باش یه سری حرکت میزنم، واقعا حرکت هم حرکت های زشتی نیست واقعا. و اینجا میگم که dataset dot
append و chunk. حالا اینجا من اگه shift enter بگیرم بیایم length دیتا ست رو ببینیم 59 تا شد. حالا مثلا من بگم دیتا ست 4 رو به من بده، میبینید اینو داد. اگر بهش بگم که آقا length اینو به من بده چی میده؟ 6144 کاراکتر داره به من میده. حالا الان میخوام یک الگوریتمی بنویسم که بیاد چیکار کنه، بیاد یک چیزی بنویسه که نخستین جمله رو از اینا جدا کنه. من 59 تا زوج میخوام الان داشته باشم. حالا باید چی کار کنم؟ حالا باید یک چیزی بنویسم که اولین نقطه رو که دید بیاد چیز کنه، جدا کنه. مثلا بذارید اینجا، بیاید اینجا هم چیز کنیم، اینو اسمشو میذارم فورمتینگ. حالا اینجا میام مینویسم که تست استرینگ من مساویه با همون دیتا ست 4، بعد میام مینویسم تست استرینگ دات اسپلیت با نقطه، اینو میذارم روی تست استرینگ بمونه. حالا تست استرینگ صفر من اینه، اگر پرینتش کنم شاید بشه بهتر خوندش. یه چیزی هم هست که تو حوزه کاری خودم هم هست به استفاده فهم واقعا تفسوده از این میشه استفاده کنم. طب اوکی جالب شد. من الان کوفاندر یک استارتاپی هم که تو حوزه واقعا تفسوده است، اینم خودش یک حالا چیز جالبی بود. خب من الان میخوام ببینم که تست استرینگ من 64 تا جمله توش بود. حالا میخوام یک حرکت زشت دیگری بزنم، بمیکن فکر کنیم راجبش. اگر الان چیز کنم تست استرینگ هم اوکی، میام اینجا مینویسم که اینجا یه دونه مینویسم پرامپت مساویه تست استیار صفر، حالا نقطه و اینا نمیخواد براش، این به کنار. بعد میام تست استیار رو میبینم، میبینید این یه لیسته تست استیار دات، اگر اشتباه نکنم یه همچین حرکتی بود. آهان ریموف قابل چیز نیست. اوکی بیام اینو از جی پی تی 3 بپرسیم. جی پی تی 3 اذیت هم نکن تو رو خدا. باز اذیت هم. من در این حال باید حواسم به چند جا هم باشه. مالا توی ناگیر باگیر. البته بذارید بیام اینجا. خب. How can I remove an item from a list in Python by index? میخوام مثلا ایندکس صفر رو پاک کنم. آها ببینید اینجوری میزنه del بعد لیست صفر. دل این چی بود اینجا؟ آهان دل تست استیار صفر. حالا ببینیم لنگث تست استیار باید بشه اوکی شده 63 تا، خیلی هم عالی. بعد عرضم به حضورتون که حالا باید اینا رو جوین کنیم به هم. می نویسم completion مساویه با نقطه فاصله دات join و عرضم به حضورتون حالا که چیز شد بهش میدم تست str
و کامپلیشن هم رو همونطوری که میبینید این ساخت. بذارید یه دونه پرینت هم براش بذارم. بله میبینید دیگه این یه سری چیزها رو داشت. خب حالا کاری که من میکنم اینه، میام اسمش رو میذارم data chunk مساوی چی؟ مساوی میشه با به این شکل prompt و completion. و حالا اگر بگیم data chunk، میبینید یه دونه جمله دارم و یک حالا چیز بزرگ، یک متن بزرگ. خب حالا من میخوام دوباره هوش مصنوعی رو توی این قضیه بهش کار بدم، یه کار باحال. ولی قبلش بیاید ما کل دیتا ست رو بسازیم. ما فرمتینگ رو انجام دادیم، بیایم اینجا، اینجا بریم با بیلدینگ دیتا ست. اینجا تازه زندگی قرار شیرین بشه. چی کار میکنم الان؟ من الان میام میگم که همونطوری ببینید ما اینجا چی داشتیم. ما اینجا دیتا ست رو داریم. اینجا میگم for data in دیتا ست، و حالا بذارید قبلش هم یه دونه فریم بسازیم خالی for data in دیتا ست. من حالا چی کار میکنم؟ ببخشید این انگشتای منم خستن یکم. تمام این مراحل رو میریم جلو. مثلا میگیم که بیایم اینجا مینویسیم string مساویه با data.split نقطه، بعد میگیم که پرامپتش مساوی میشه با string صفر، بعد میگیم دیلیت کن string صفر رو. حالا که دیلیت کردی بیا یه دونه completion واسه ما بساز که اینجا میشه نقطه فاصله، حتی فاصله هم اضافی اونجوری که دیدم dot join string رو بگیر. حالا ست که چیزه از رزرو شده های پایتونه، اسمش رو میزنم فریم چانک، یه همچین چیزی. فریم چانک مساویه با پرامپت و کامپلیشن، و میگم که فریم دات اپند فریم چانک. حالا باید ببینیم که قضیه چی میشه. به همین سادگی چیز شد؟ بله ماشاءالله چه سریع هم شده. اگه اشتباه نکنم لنگت فریممونم بله 59 تا است. ما 59 تا در واقع از این دیتا ساختیم. حالا کاری که میکنم چیه؟ میام اینجا میگم که به این شکل براش دارم پرامپت می نویسم. پرامپت نوشتن منو ببینید بعد من توضیح میدم.
خب ببینید، من اومدم گفتم من یه لیستی دارم که این شکلیه. تقریبا هم درسته دیگه، لیست من واقعا این شکلیه. من یک لیستی از لیست ها دارم که یه دونه چیز داره، پرامپت داره، یه دونه کامپلیشن. بعد عرضم به حضورتون که گفتم میخوام هر کدوم از اینا یک خط باشه توی یک دیتا فریم و میخوام با استفاده از پایتون این اوکی اینجا اشتباه نوشتم، using pandas library بیاد تبدیل بشه به یک دیتا فریم. و اومدم حتی بهش نمونه هم دادم. ببینید، یکی از مشکلاتی که من دارم با خیلی از دوستانی که دارن با این ابزارها، حالا مثلا چت جی پی تی، جی پی تی تیری، مید جرنی، مانی خودم مثلا استفاده میکنم، اینه که مشکلاتی که دارن بچه ها اکثرا اینه که نمیدونن چطور بهش پرامپت بدن. ببینید، دقیقا همونجوری که قبل تر هم توی ویدیو گفتم، پرامپت درست دادن هم خودش به اندازه مثلا سوال خوب پرسیدن، تاپیک خوب باز کردن توی انجمنها مهمه. حالا من اینجا روی سابمیت کلیک میکنم و ببینم که چی میگه به من. ببینیم، به این راحتی بود. یه تسک راحتی بود و من نمیدونستمش، واقعا نمیدونستم. عیبی هم نداره. حالا من میام این نویسم calls مساویه prompt و completion به این شکل. عرضم به حضورتون که حالا من اینجا میام یه دونه new df میذارم. new df رو اسمشو میذارم همین new df مساویه با pandas dot، نگاه کنید، data frame data frame. ما اینجا یه دونه فریم داریم و یه دونه هم کالمز که مساوی کلزمه. اینجا نگاه کنید، حالا اوکی میگم نیو دی اف دات هد. همینطوری که میبینید من یه سری چیز دارم اینجا، یه تیکش رو اومده برام جدا کرده. مثلا این اگر بذارم روی 15 فکر کنم بهتر بتونیم ببینیم. میبینید یه تیکش رو جدا کرده، اصلا اینجا حتی یه دونه حرف بوده. حالا اینا رو میشه یه جورایی تغییر دادا، ولی موضوع این بود که ما بیایم یه سری حرکات چیز بزنیم. مثلا یکی از کارهایی که من احتمالاً انجام بدم روی این، استفاده از لایبرری هضمه برای اینکه به صورت جمله اینا رو توکنایز کنم و بعد اون جمله ها رو پرامپت و کامپلیشن ببرم جلو. ولی الان همین کارمون رو رام اندازه. میگم که الان یه دونه شیپ از این نیو دی اف میگیریم، 59 تا کلن چیز داره. بعدم می نویسم نیو دی اف دات رایت سی اس وی، اسمشو میذارم دی کی، دیجی کالا مگ پرامپت کامپلیشن دات سی اس وی. اینو چیز نکرد. چی میگه؟ دیتا فریم آبجکت هز نو، آها ببینم که اینو من دوباره یه اشتباهی کردم تو سی اس وی، همچین چیزی باید باشه. آهان، تو سی اس ویه. من همیشه این اشتباه میکنم. اوکی، حالا اینجا میگم که اینجا میام می نویسم تست دی اف مساویه پی دی رید سی اس وی. من چون میخوام یه مدل مینیمالی ترین کنم با این داستان، احتمالاً بعد از اینکه این ویدیو رو قطع کنم برم پلیز کنم. فقط میخوام ببینم که بله این آن نیمده هست هنوز. خب من کاری که باید بکنم اینه، ببینم که پانداز دراپ آن نیمد کالن، اگه اشتباه نکنم. آره اینو ما قبلا هم انجام دادیم.
نه من کپی میکنم، میام مینویسم تست دی اف مساوی تست دی اف، و اینجا خب داک مک هم تشریفشون آوردن اینجا، مشکلی نداره، اوکیه. آها ببینید اینجا یه اشتباهی که شد آن، حالا اینو من دوباره می نویسم. چرا نیو دی اف اومد نوشت؟ بیا و تست دی اف رو روی این بنویس. حالا من دوباره یه دونه دی اف می زنم، دی اف مساویه با pd.read.csv، اسم فایلم بهش میدم و میزنیم df.head. بذارید درستش کنم. unnamed هنوز داره. میدونید مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که اگر اشتباه نکنم این رو میشه یه جور دیگه چیز کرد. بذارید ببینم. بریم یکم داکیومنت بخونیم براش. فکر کنم اینجا باید یه چیزی رو مشخص میکردیم. که بنویسه برامون و چیز نکنه. بذارید من یه حرکت دیگری میزنم اینجا. حرکت زشتی هم نیست البته. استفاده از یک تابع پایتونی. خب اینجا مشخصا من یک اشتباهی کردم که این unnamed اومده. ببینیم اینجا pandas to csv columns اگر اشتباه نکنم اینجا ما یه همچین چیزی رو باید آره کالمز رو باید بهش بدیم و بذارید اینجا کالمز مساوی کولز. باز هم که اونو داره واقعا دیگه نمیدونم چی کارش باید بکنم. این که درسته تا اینجا و توی تو سی اس وی هم اینجاست اگر اشتباه نکنم. No, I'm pandas to CSV without unnamed. این میاد اینجوری چیز میکنه. اگر اشتباه نکنم باید این to CSV ایندکس رو بهش فالس بدم اینجا. آره ایندکس نه این که نبود، اینجا بود تو سی اس فیم. کجا بود ایندکس مساوی فالس؟ ببینید اینجا دیگه رسیدیم به دیباگ کردن و درست شد. من فایلم رو درست نوشتم. خب ممنونم که تا اینجا دیدین. من این کد این نوتبوک رو هم میذارم روی گیت هاب برای شما. حالا تو قسمت بعدی احتمالاً دموی از مدل ها رو ببینیم. بریم ببینیم این لود شد نه، این تایم اوت داد. اینو احتمالاً بعد روی کلبی چیزی ران بگیرم و بعد براتون دمو کنم. احتمالاً تو ویدیوهای بعدی این کارو میکنم. یه سری قسمت های حالا نیم 25 صدم اینایی هم این وسط هست که من احتمالاً بیام به شما نشونش بدم. عرضم به حضورتون که ممنون که تا اینجا با من همراه بودین. ویدیوها داره کوتاه‌تر میشه. حقیقت اینه که خب من یه سری از این قضایی رو میرم ریسرچش رو انجام میدم.
بعد میام سراغ شما و همین خاطر یکم ویدیو کوتاه‌تر میشه. بذارید من ببندم. نه اینو نمیبندم چون نیازش دارم. این لینک حالا اون چیزه است که برید ببینید. ببخشید یکم کنجکاو بودم چون زده بود نو پراکسی. لینک اینو براتون میذارم حالا برید ببینید. این رو هم کدشو میذارم. در پایان ممنونم بابت اینکه سابسکرایب میکنید، ویدیو رو لایک میکنید و با دوستانتون به اشتراک میذاریدش. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.